بسم الله الرحمن الرحيم. برادران مخاهراني مسلمان، إنك عيد فطر فرارسيد، عيد شادماني براي دادن امتحان بزرگ، امتحان بجا آوردن فرمان پروردگار، امتحان یک ماه مبارزه با نفس، با خواسته های نفسانی. عید است برای این، عید است برای این که ما موفق شدیم یک ماه روزه بگیریم، یک ماه از صبح تا شب نفس رو مهار کنیم، کنترل کنیم، خواسته هایش را پاسخ ندهیم. عید است و در این روز عید الله تعالی با آنان که در امتحان رمضان قبول شده اند امروز پاسخ می دهد، جواب قبولیشون می دهد، جایزه می دهد. عید عقیدتی، عید دینی، عید مسلمان، عید رقص و پای کوبی نیست، عید ان نیست که هرچی نفس بخواهد ان را انجام دهیم. ما مسلمان ها برای این عید می گیریم که باور من این است که در این ماه کاری کرده ایم که خداوند از ما راضی باشد. پس کاری نکنیم در این روز که روز پاداش گرفتن است از الله تعالی، الله تعالی را ناراضی کنیم. باید بسیار مواظب باشیم. گناه در روز عید بزرگتر است از ماه رمضان. ما عید من با عقیده شروع می شود و با عقیده به پایان می بریم. اگر خدایی ناکرده ما بیاییم مثل اعیاد کسانی که باور دینی ندارند در روز عید هر آنچه نفسشون میخواهد آن را انجام میدهند، اگر چنین کنیم ما روزه ماه رمضان رو هم از دست خواهیم داد یا کم ارزش خواهیم کرد. در این روز شادیم، خوشحالیم و پروردگار رو بیش از پیش حمد و ثنا می کنیم که ما را توفیق داد یک ماه با نفس مبارزه کردیم، یک ماه آنچه که او فرموده بود در حد توان و وسع آنچنان کردیم. پس در این روز باید خدا را راضی کنیم با دادن صدقه به کسانی که مستمند و ندارند، با دادن فطریه اگر در ماه مبارک رمضان فطریه را پرداخت نکرده ایم، با حلالی خواستن از کسانی که اونها را آزار داده ایم، با اونها ظلم کرده ایم، با رفتن به خونه همسایه ها آنانی که به محبت ما نیازمندند، با دیدار با اقوام و فامیلین من بخصوص آنانی که از ما از لحاظ مادی امکاناتی کمتری دارن به آنها کمک کنیم، حلالی بخواهیم از همه کسانی که تصور می کنیم که ما آنها را آزار داده ایم، آنها را رنج داده ایم. عید مسلمان یعنی این، عید مسلمان با عبادت به سر می رود. عید مسلمان مثل عید جاهلیت نیست که با گناه، با اعمالی که نفس را راضی می کند اما عقل اون را نمی پسندد، اما دین اون را نمی پسندد، آن روز عید را با آن به سر ببریم. نه، انشاءالله فردا و پس فردا که این عید گرفتن جایزه قبولی از امتحان یک ماه بندگی خدا رو
در جلو داریم و به اون خواهیم رسید، کاری کنیم که بهترین جایزه رو از الله تعالی دریافت کنیم انشاءالله.